در نشست افق رسانه و همکاران عزیزمون در رسانه ملی حاضر شدن و شرکت کردن صمیمانه سپاسگزاری میکنم. فرصت رو مغتنم میشمارم از طرف همه شما همکاران عزیز، خواهران و برادران و خانواده بزرگ رسانه ملی، مجدداً انتخاب شایسته و مبارک ایشون رو به ریاست جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض میکنم. جناب آقای دکتر روحانی شخصیتی انقلابی، مبارز، لاش و موفق در صحنه های خدمتگزاری به ملت بودن و یقیناً با حضور چنین شخصیتی توانمند و شجاع و با انگیزه بالا برای خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی حتما گام‌های بلندی در راستای آرمان‌های امام عزیز، مقام معظم رهبری و نظام جمهوری اسلامی برداشته خواهد شد. من زیاد عرض خاصی ندارم، فقط خدمتشون مجدداً مطرح می‌کنم که رسانه ملی با برخورداری از 160 شبکه تلویزیونی و رادیویی در سطح ملی، استانی و فراملی با توانمندی بسیار بالا در تولید انبوه انواع ساختارهای رسانه‌ای از فیلم و سریال و انیمیشن و مستند گرفته تا تولیدات خبری، گزارشی، اطلاع رسانی تا برنامه‌های آموزشی و معارفی و تا حوزه‌های مختلف تخصصی که در شبکه‌های ویژه و موضوعی ما متجلی شده، یک ظرفیت بی‌بدیلی است که به عنوان بازوی پرتوان نظام در خدمت ایشون و دولت محترم خدمتگزار خواهد بود. این وظیفه ماست با اشتیاق کامل و با انگیزه بالا آماده ایم تا مثل گذشته مأموریت هایی که در موضع حمایتی از دولت جمهوری اسلامی داشتیم با هماهنگی ایشون و نقطه نظراتی که دارن انشاءالله بتونیم به نتیجه برسونیم. ملت ایران با صدا و سیمای جمهوری اسلامی زندگی میکنند. درسته در این سالها رقبای دیگری در صحنه با فناوری‌های مختلفی که فراهم شده حضور پیدا کردند، اما هیچ کدام نتوانستند رابطه ملت رو با صدای جمهوری اسلامی و سیمای جمهوری اسلامی قطع کنند. صحنه‌های بزرگ ملی که خلق میشه مثل همین انتخابات و به یادگار در تاریخ خواهد ماند، اینها همونطور که رهبر معظم انقلاب فرمودن، این شور انتخاباتی مرهون تلاش‌هایی است که همکاران عزیز ما در رسانه ملی انجام میدن و این به واسطه اعتماد مردم به اونهاست. بیش از 90% مخاطب برنامه‌های رسانه ملی هستند. اگر رقبایی در صحنه حاضر میشن و نیازهایی رو برطرف میکنند، ممکنه بخشی از نیاز خاص یک قشری مرتفع بشه، اما همون افراد و همون اقشار هرگز خودشون رو از صدا و سیمای جمهوری اسلامی بی نیاز نمیدونن. ارتباطهای طولانی و چند ساعته در طول روز دارن طبق نظرسنجی ها و همین فضایی که ایجاد میشه در همه مقاطع که یکیشو الان ما شاهد هستیم به دلیل اینه که مردم اعتماد دارن به نظام و به رسانه ملیشون اعتماد دارن. تمام تلاش هایی که شبکه های دیگران در طول مدت انتخابات انجام دادن برای اینکه مردم رو دل سرد کنن از حضور پای صندوق های رأی و شایعات زیادی رو پراکندند و بسیار تلاش کردند تا مردم رو ناامید و مایوس کنند، دیدیم که با چه شور و اشتیاقی مردم حاضر شدند و انتخاب شایسته ای انجام دادند و فرصت مجددی برای تغییر، تنوع، شور و انگیزه بیشتر و میل به خدمت رسانی به مردم ایجاد کردند.
امروز قطع مکرر شبکه های ماهواره ما از روی ماهواره های معروف دنیا که در طول سال گذشته به 19 بار قطعی میرسه، حاکی از تأثیرگذاری و کارآمدی شبکه های جمهوری اسلامی است. در حالی که در روی جمهوری اسلامی صدها و بلکه هزاران شبکه غیر اخلاقی و معاند فعالیت میکنند، عدم تحمل چند شبکه جمهوری اسلامی، حتی شبکه‌ای مثل آی فیلم که برنامه‌های نمایشی پخش می‌کنه در کنار شبکه‌های خبری و سیاسی، حاکی از کارآمدی، توانمندی و تأثیرگذاری شما همکاران عزیز هست. امیدواریم که انشاءالله بتونیم این توانمندی‌هایی که وجود داره با کمک و پشتیبانی و راهنمایی‌های رئیس جمهور منتخب و عزیز افزایش بدیم و بتوانیم تعامل بسیار خوبی رو در شروع کار ایشون برقرار بکنیم با اعضای دولت، با همکاران ایشون، با حسن تفاهم. این امکان و این ظرفیت بی‌بدیله و در ابعاد مختلف انجام میگیره، به ویژه اگر طرح‌های بزرگ و تحولاتی در کشور بخواد صورت بگیره، حتما زمینه سازی اجتماعی که در رسانه ملی صورت خواهد گرفت، به قول ماها آتش تهیه‌ای که باید ریخته بشه و فضا آماده بشه برای انجام کارهای بزرگ، ما سهیمیم و شریکیم و خودمون رو مسئول میدونیم تا انعکاس خدمات و زحماتی که دولت میکشه. نظام ما یک نظام سالمی است. مدیرانی که بر سر کار میان، به خصوص اونهایی که از دل مردم میجوشن، خدمت‌های فراوانی به کشور میکنن. تعبیر ما همیشه اینه که مثل یک دو امدادی، هر کسی یک مدتی این مسافت رو طی میکنه و نشان رو تحویل کسی دیگری میده. رؤسای جمهور قبل خدمات رو انجام دادن و اینها در سابقه این کشور ماندگار خواهد شد. امیدواریم که انشاءالله جناب آقای دکتر روحانی، برادر بسیار عزیز و بزرگوارمون، در این شرایط مهم و تاریخی که مسئولیت استثنایی ریاست جمهوری و امور قوه مجریه رو بر عهده میگیرن، انشاءالله بتونن قدم‌های بسیار بلند و مفید و اثر بخشی رو برای سعادت ملت ایران بردارن. ما هم با کمال افتخار در خدمتشون هستیم. بیشتر از این مصدق اوقات نمیشم. با تشویقی که میفرمایید از ایشون دعوت میکنم برای سخنرانی تشریف بیارن. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به محضر حضار گرامی، مدیران، تولیدگران و همه زحمتکشان رسانه ملی، و با سلام و درود بر آحاد ملت بزرگ ایران و سلام بر همه اون عزیزانی که از طریق صدا و سیما این برنامه را دنبال میکنن. علیکم السلام. سلام بر همه شهیدان، بر همه جانبازان، بر همه ایثارگران و بر امام شهیدان، و سلام بر شهدای هفتم تیر، به ویژه سالار آنان
شهید دکتر بهشتی که او نمونه اعتدال بود. اونهایی که در کنار شهید بهشتی بودند، با او مراوده داشتند، از او بهره بردند، به خوبی عرض مرا تصدیق می کنند که شهید بهشتی نمونه وقار، متانت، صبر، بردباری، عقلانیت، اعتدال و اخلاق بود. اگر ما بخواهیم در بحث اعتدال یک مثل اعلی و یک نمونه روشن را انگشت بگذاریم، یکی از آنان شهید دکتر بهشتی است. سخن را ناچارم در این مقطع از تشکر از ملت بزرگ، حکیم، فهیم و موقع شناس ایران عزیز آغاز کنم. با حضور کم نظیرشان و با درک شرایط بین المللی، عظمت بزرگی را در تاریخ ایران آفریدند. این برگ زرین بی تردید همواره نه تنها در یاد مردم ایران، بلکه در یاد تاریخ باقی خواهد ماند. همه مردم، مرد و زن، پیر و جوان، روستایی و شهری، همه اقشار، به ویژه جوانان، زنان، نقش بسیار پررنگی در ایجاد این شکوه و عظمت داشتند. منظره‌های بسیار جالبی من شاهد بودم، مخصوصا در هفته آخر. شاید صدا و سیما در اون ایام نتوانست همه اون منظره‌ها را در معرض افکار عمومی قرار دهد، اما اگر برنامه‌ها با اون حضور ضبط شده باشد، پخش آن در آینده بسیار تأثیرگذار است. جمعیت‌های 50,000 نفری، 100,000 نفری، 200,000 نفری با چه شوری، با چه شوقی، با چه اشتیاقی. این حضور خود پیروزی بود، این نشاط خود پیروزی بود، این حضور نقطه عطفی در تاریخ کشورمون در سالهای اخیر بود. در خلق این عظمت همه ما دست قدرت و حکمت و رحمت الهی رو به خوبی مشاهده می کنیم. او بود که دلها را به سمت این شکوه بزرگ تاریخی و این حماسه هدایت کرد. عنایات اهل بیت عصمت و طهارت و ولی الله اعظم به خوبی نمایان و مشهود بود. کی میتونست در عرض یک هفته
این موج بزرگ و عظیم رو در کشور ایجاد کند. شنبه و یک شنبه دنیای دیگری بود و از دوشنبه چهره جدید مردم پرشور و غیور و جوانان با احساس چهره جدیدی به کشور ما داد. نقش اصلی از آن ملت است، از فداکاری مردم، از حضور مردم، از تلاش مردم، از فهم مردم، از درک مردم. البته رهنمودهای مقام معظم رهبری از آغاز تا پایان نقشی بی بدیل ایفا کرد. از سخنرانی ایام نوروز تا صبح انتخابات تدبیر ایشون راه را برای حضور و حماسه باز کرد و تسهیل کرد و تمهید کرد. بزرگان، فرهیختگان، روشنفکران، علما، مراجع، همه و همه در این زمینه نقش داشتند. صدا و سیما بی تردید نقش بسیار ارزشمندی داشت. برنامه‌های متنوع هم برای تشویق مردم به حضور و اصل انتخابات و اهمیت انتخابات و هم در زمینه معرفی کاندیداها و نامزدهای انتخاباتی در همه پرسی‌های آینده و تحقیقات آینده زوایای این حضور و نقش همه باید واضح‌تر و روشن‌تر شود. اما بسیاری از روستاییان، نقاط دور افتاده، تنها از طریق صدا یا سیما یا هر دو توانستند ویژگی‌های نامزدهای انتخاباتی را مورد بررسی قرار دهند و نامزد مورد نظر خود را برگزینند و انتخاب کنند. نقش مجریان انتخابات، ناظران انتخابات، دولت محترم، شورای محترم نگهبان، نیروهای امنیتی به ویژه پلیس در ایجاد امنیت در سراسر کشور بسیار حائز اهمیت بود. باید از همه و همه سپاسگزاری کنیم. در این انتخابات صندوق رأی در افکار عمومی در سطح جهان، در داخل کشور، به ویژه در افکار جوانان، در جایگاه خودش قرار گرفت. شاید کمتر چیزی ما داریم که برای مشروعیت نظام، مشروعیت سیاسی و قانونی نظام بتواند جایگزین صندوق رأی و انتخابات شود. صندوق رأی و انتخابات به معنای جمهوریت، به معنای اسلامیت و به معنای مشروعیت سیاسی و قانونی و مقبولیت است که البته
این جایگاه، رأی مردم و ولایت مردم در طول ولایت الهی و ولایت الله است. این انتخابات تمام شبهات، تمام سوالها، بگومگوها، نه راجع به انتخابات که راجع به مشروعیت نظام، به همه اونها پاسخ داد. آب زلالی بود که بر این آینه جمهوری اسلامی ایران که گرد و غباری فرو نشسته بود کاملا شفاف و پاکیزه کرد. همه دنیا از نو جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران، مردم سالاری دینی، آزادی و دموکراسی واقعی را در این کشور مشاهده کردند. ما در این منطقه پیشتاز انتخابات در تاریخ بودیم. اولین پارلمان و اولین مجلس شورای ملی در این کشور تأسیس شد بیش از 100 سال قبل. اولین مجلس و اولین نشست نمایندگان در سال 1285 است. پس ملت ما سابقه‌ای بس طولانی در زمینه انتخابات دارد و پس از انقلاب جایگاه خاصی برای رأی مردم و نظر مردم انقلاب اسلامی قائل شد. این امام بود که بعد از 47 روز پس از پیروزی انقلاب مردم را پای صندوق رأی دعوت کرد. همه چیز ما، محصول انقلاب ما، جمهوری اسلامی ایران است و این جمهوری اسلامی برآمده از صندوق رأی است. امام این درس را به ما آموخت که انتخاب نظام، انتخاب مسئولان و مسیر اداره کشور از آن مردم است، البته در چارچوب مقررات و اسلامی که مردم همواره به این مقررات پایبندند. این انتخابات درس‌های زیاد و پیام‌های فراوانی را برای همه داشت. این انتخابات یک فرصت استثنایی برای همه بود. همه باید به خوبی پیام این انتخابات رو بگیرند، احترام بگذارند و عمل کنند. احزاب، گروه‌ها، مردم، همه به همه. دیگران خارج از کشور، دیگر کشورها، اونها هم باید پیام این انتخابات را درک کنند به خوبی و به آن پاسخ متناسب بدهند. مردم راه جدیدی را برگزیدند و بر او تأکید کردند. مردم در این انتخابات اعلام کردند که عاشق کشورشان و سرنوشت آیندهشان
و اهداف ملی خودشون هستند. مردم در این انتخابات گفتند ما خواهان تغییر و تحول هستیم. بهترین زبان مردم، بهترین بیان مردم، صندوق آرا و انتخابات است. حضور مردم، رأی مردم بسیار گویاست، هیچ ابهامی وجود ندارد. همه مردم که پای صندوق آرا آمدند به اونها احترام میکنیم و به رأی اونها، اما دولت آینده باید در چارچوب رأی اکثریت حرکت کند. اکثریت مردم ایران رأی به اعتدال، عقلانیت، خردورزی، خرد جمعی، مشورت، راه کارشناسی و دوری از افراط و خودسری رأی دادند. این رأی کاملا روشن است، هیچ ابهامی وجود ندارد. همه باید تسلیم این رأی باشیم، دولت آینده هم باید تسلیم این رأی باشد. دولت آینده هم باید در چارچوب اعتدال حرکت کند. دولت آینده هم باید از افراط و تفرید پرهیز کند. این پیام برای همه است. پیام مردم در این انتخابات صلح و آشتی بود. پیام مردم در این انتخابات وحدت ملی بود، انسجام ملی بود. پیام مردم در این انتخابات دوری از خشونت بود، دوری از افراط بود. پیام مردم در این انتخابات قانونگرایی و شفافیت بود. رأی اکثریت مردم مبنای حرکت آینده در این کشور خواهد بود و دولت خود را موظف می‌داند به نظر اکثریت و رأی مردم احترام بگذارد. دولت پاسدار حقوق همه افراد ملت است. دولت باید و موظف است همه مردم را در اجرای قانون و دادن فرصت‌ها برابر ببیند. اما در این حال راهی که دولت برمی‌گزیند بر مبنای رأی اکثریت است و اون راه، راه اعتدال است. اعتدال طیف بسیار وسیعی دارد، از باورها و اعتقادات آغاز می شود تا هنجارها، رفتارها و اعمال، از مسائل اقتصادی و سیاسی شروع می شود تا مسائل اجتماعی و فرهنگی. طیف اعتدال یک طیف گسترده و وسیع است. من می خواهم از همه صاحب نظران
روشنفکران، اهل تحقیق در این زمینه تلاش کنند و این گفتمان را بارور کنند. من بر این اعتقادم که همواره ملت ایران راه میان روی را میپسندیده، از مشروطه تا امروز. من بر این باورم که مردم همواره از افراط یا تفریط رنج بردند، مشکلات فراوانی را تحمل کردند. در این انتخابات مردم خواستند به همه بگویند اخلاق، به همه بگویند عدالت، به همه بگویند اعتدال، به همه بگویند قانون. هیچ کس در این کشور فراتر از قانون نیست. همه مردم، همه مقامات بدون استثناء ذیل قانون تعریف می شوند. قانون خدا یعنی اسلام و قانون جمهوری اسلامی ایران که برای همه لازم الاتباع است. قانونگرایی مبنای حرکت مردم و دولت آینده خواهد بود. اعتدال بدون قانونگرایی امکان پذیر نیست. اعتدال بدون شفافیت امکان پذیر نیست. اعتدال بدون ارتباط دو سویه، دولت با مردم، مردم با دولت، امکان پذیر نیست. اعتدال بدون واگذاری امور به صاحبانش، به صاحبان صلاحیتش، امکان پذیر نیست. اعتدال در اقتصاد، اونجا که گروهی میخواهند دولت فربه شود و تصدی دولت بیشتر شود و از طرف دیگر افرادی هستند که میخواهند دولت هیچ نظارتی، هدایتی در امر اقتصاد نداشته باشد. اعتدال دنبال اقتصاد آزاد مردمی عادلانه است. دولت باید نظارت کند، دولت باید هدایت کند، دولت باید حمایت کند. در فرهنگ نیز اعتدال این چنین میگوید. فرهنگ از آن اهل فرهنگ است و دولت باید زمینه لازم برای همه اصحاب فرهنگ، خانواده بزرگ فرهنگی کشور آماده کنند. فرهنگ در کنار زندگی مردم است. مردم با فرهنگ زندگی می کنند. انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. ما تذکر دهنده هستیم، ما یادآوری کننده هستیم. مردم ما خوبند، فطرتها پاک است. ما باید مذکر باشیم. ما دیدیم در این شادی ها بعد از انتخابات که روزهای خوشی برای مردم بود، مخصوصا این که سه عید با هم توأم و ضمیمه شد: اعیاد مذهبی، ماه شعبان، به ویژه ولادت ولی الله اعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، الله
پیروزی سیاسی مردم، انتخابات بسیار شکوهمند و در کنارش پیروزی در صحنه ورزش. عزیزان ما از فوتبال حالا تا والیبال دیگه، این نشاط و پیروزی سه جانبه همه با هم توأم شد. من تشکر میکنم هم از رسانه ملی، هم از نیروی انتظامی. آستانه تحمل رو یه خورده بالا بردن. شادی حق مردمه، نشاط حق مردمه. خیلی سختگیری نکنیم. مردم ما خودشون اخلاق مدارند. مردم ما میدونن چارچوب‌های اخلاقی و اسلامی، چارچوب‌های سیاسی، و واقعاً مراعات کردن. مردم حواسشون جمعه. حالا یک کسی هم اگه حواسش جمع نبود، تذکر دوستانه، واقعاً همه پسرها و دخترها، همه جوانها، همه مردم، همه اونها رو پسر و دختر خودمون بدونیم. وقتی با اونها حرف میزنیم، همون جور حرف بزنیم که تو خونه با پسر خودمون یا دختر خودمون حرف میزنیم. البته جامعه نیاز به تذکر داره، اما عزت مردم باید محفوظ باشه. به عزت مردم اهانت نشه. تحقیر مردم قابل قبول نیست، تذکر قابل قبوله. البته در این شادی ها همه مراعات کردند، دو طرف مراعات کردند. ما امیدواریم این شادی ها مستدام باشه در کشور ما. انشاءالله شرایطش برای شادمانی مردم فراهم بشه و بتونند مردم همیشه خوشحال و شادمان باشند. من از صدا و سیما هم میخواهم که در بحث اعتدال کمک کنه و این گفتمان رو باز کنه و ترویج بده و همه صاحب نظران در این زمینه حرف بزنند و سخن بگویند. اعتدال در سیاست خارجی نه تسلیم است، نه ستیز است، نه انفعال است، نه تقابل است. اعتدال تعامل مؤثر و سازنده با جهان است. میدونید در روابط خارجی و در صحنه سیاست خارجی ما با یک شرایط ویژه‌ای مواجه هستیم. جهان دوران گذار را می‌گذراند، دوره انتقالی را طی می‌کند. ساختار حاکم بر نظام بین الملل، یعنی نظام دو قطبی، این ساختار در دهه آخر قرن بیستم پایان پذیرفت، اما هنوز نظام جدید جایگزین استقرار پیدا نکرده است. همه در حال چانه زنی هستند، همه در حال تلاش هستند. اون یکی میخواهد جهان تک قطبی بسازد، دیگران میخواهند جهان چند قطبی بسازند، اما همه در حال فعالیت و کنشگری در صحنه سیاست خارجی هستند. این دوران دوران بسیار حساسی هست، چون هنوز هم نظام جدید استقرار پیدا نکرده است.
در این دوران اگر محاسبه قدرت درست انجام نشود، قدرت ملی را کمتر از آنچه هست ببینیم بسیار خطرناک است. قدرت را بالاتر از واقعیت هم تعریف کنیم باز هم میتواند خطرناک باشد. شما در همین دوره در منطقه خودمون دیدید کشورهایی بودند دچار اشتباه محاسبه شدند، سرنوشت اونها رو دیدید چی شد. کشورهایی هم هستند در منطقه آسیای خودمون که محاسبه درست انجام دادند، پیشرفت و جایگاه جدید اونها و ظهور جدید اونها را مشاهده می کنیم. ما در این دوره باید برداشت ما منطبق بر شرایط جهانی، رفتار سایر بازیگران و توانایی های ملی خودمون باشد. اگر محاسبه دقیق در این زمینه صورت گیرد و اگر واقعیت ها برای ما روشن باشد، اونگاه می توانیم رفتار محاسبه شده بهتری برای تأمین منافع ملی خودمون داشته باشیم. ایران می تواند و باید در این فرصت نقش تاریخی خود را ایفا کند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت بزرگ منطقه یا بزرگترین قدرت منطقه‌ای در شرایط گذار تاریخی قدرت باید بتواند نقش خود را ایفا کند و برای این کار ما نیاز به اعتدال داریم. موفقیت هایی یا عدم موفقیت هایی در سالهای گذشته بوده، اونها را سر جای خود میتوان مورد بررسی قرار داد. امروز باید به فکر فردای کشور باشیم. کشور ما شرایط خاص و ویژه‌ای امروز دارد. باید از این شرایط عبور کنیم. دشمن خواسته است جمهوری اسلامی ایران را در صحنه جهانی با چهره امنیتی معرفی کند. ما باید نقشه دشمن را بشکنیم. برای این کار نیاز به تدبیر داریم، نیاز به برنامه داریم، نیاز به برداشتن قدم‌های مطمئن اما اساسی داریم. در گفتمان اعتدال در زمینه سیاست خارجی، واقع بینی یک اصل است، اما با توجه به ارزش‌ها و آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران و بین واقع بینی و آرمان خواهی، اعتدال باید توازن لازم را برقرار کند. خودباوری، اتکا به قدرت عظیم ملت بزرگ ایران، منابع عظیم در این کشور، فرهنگ بسیار غنی، ایمان سرشار مردم
انگیزه های قوی، کدام کشور میتونه در عرض یکی دو هفته صحنه اجتماعی رو برگردونه، قانع کنه مردم رو، زمینه سیاسی و فکری و فرهنگی رو آماده کنه؟ 73% مردم پای صندوق آرا بیان، این رأی بسیار افتخارآمیزه. من یه جمله بگم، بعضیا میگن اگر میدونستیم انتخابات به این قشنگیه ما هم میامدیم. اون چند درصدی هم که نیامدن پشیمانن الان. شما یک نظرسنجی بکنید، اونایی که نیامدن به هر دلیلی، ازشون بپرسید اگر میدونستید صحنه انتخابات با همه این زیبایی هاست نمی آمدید؟ چون من خودم شنیدم مکرر از افراد مختلف، گفتن عجب، ما که نمیدونستیم اینقدر زیباست، اینقدر قشنگه، اینقدر جذابه. و این خیلی مهمه، خیلی کار بزرگی شده. من فرصت باز کردن این بحث رو ندارم، دلم میخواد یه مقدارم راجع به رسانه ملی، رسانه، افق رسانه چند جمله‌ای بگم، ولا این بحث رو یک مقداری بیشتر باز میکردم. بنابراین اعتدال در سیاست خارجی، واقع بینی با توجه به آرمانگراهی و ارزش‌ها، خودباوری با اتکاء به قدرت ملی، توان ملی، و تعامل مؤثر و سازنده با جهان ابتنا دارد. اما تعامل و گفتگو با دیگران از جایگاه برابر، تعامل با دیگران با توجه به احترام و منافع متقابل، تعامل با دیگران با توجه به تنش زدایی متقابل، و بالاخره تعامل برای ایجاد اعتماد، اما اعتماد سازی متقابل. این کار با توجه به همه حقوق ملت ایران و همه خواست ملی و با توجه به عزت ملی، به حول و قوه الهی، به اذن الهی، با حمایت مردم، با رهنمودهای مقام معظم رهبری ان شاء الله انجام خواهد شد. یک جمله هم بگم که در این دوره انتقال که مونده تا به هر حال زمان 12 مرداد و دوره تنفیذ و دوره تحلیف و معرفی وزرا و استقرار دولت جدید، به هر حال این دوره یک دوره انتقالی است. تلاش ما این هست که به بهترین وجه این دوره انتقالی سپری بشه. با رئیس جمهور محترم در این زمینه صحبت کردیم، مذاکره کردیم، توافقاتی انجام دادیم، نمایندگانی از دو طرف تعیین شدند، از وزارتخانه‌های مختلف گزارش‌های مختلف بنده خودم مستقیما دریافت می‌کنم، گروه‌های کاری هم دارن دریافت می‌کنن. برخی از موارد هنوز نیاز به هماهنگی بیشتره که من امیدوارم اون هماهنگی‌ها هم انجام بشه، اما لازم می‌دانم به مردم عزیز ایران بگویم که دولت آینده به وعده‌هایی که داده وفادار خواهد ماند.
قدم به قدم با کمک شما مردم و با لطف پروردگار مشکلات را با هم پشت سر خواهیم گذاشت. البته مشکل انباشته نیاز به زمان لازم برای عبور داره. مردم ما به خوبی آگاهند، میدانند. توقعات مردم هم در چارچوب امکانات دولت و کشور خواهد بود. کابینه آینده طبق وعده یک کابینه فراجناحی با تکیه بر شایسته سالاری خواهد بود و با توجه به اینکه این دولت هیچ تعهدی به هیچ حزب و جناحی نداده است و وامدار هیچ حزب و جناحی نیست، شایسته ترین افراد از هر طیف و جناح که باشند، البته به شرط اعتدال و میانه روی، برگزیده خواهند شد برای خدمت به مردم. من از همکنون از همه کارشناسان، از همه مدیران، از همه کارکنان در تمام دستگاه‌های دولتی تقاضا می‌کنم خودشون رو برای خدمت در دولت آینده آماده کنند و در این دوره نیز فکر و نظری دارند، این فکر و نظر و این پیشنهاد رو منتقل کنند و همه دست به دست هم بتوانیم در آینده خدمت بیشتر و بهتر برای این کشور و مردم داشته باشیم. علی‌رغم تمام مشکلاتی که تا حد زیادی من مطلع هستم و برخی از اون مشکلات رو در دوران تبلیغات انتخاباتی بیان کردم، که البته اون چه من گفتم بخشی از مشکلات بود، علی‌رغم همه مشکلات من کاملا به آینده امیدوارم. مطمئن هستم به اذن الهی، به لطف پروردگار، با حضور مردم و حمایت مردم، ما خواهیم توانست از مشکلات عبور کنیم و آینده بهتری را برای مردم انشاءالله به وجود آوریم. از صدا و سیما که در غیبت احزاب قدرتمند و فعال ناچار هست یک تنه بار انتقال مطالبات دو طرفه رو، هم دولت و هم مردم رو، بر دوش بکشه. من میخواهم که تمام تلاش ها برای دولت آینده و برای مردم با توجه به حفظ استقلال رسانه ملی و افزایش اعتبار و اثر بخشی صدا و سیما کمک برای پیشبرد برنامه‌های دولت در راستای بهبود زندگی مردم و تحقق مطالبات به حق مردم صدا و سیما انجام وظیفه و رسالت خود رو انجام دهد. ثانیاً می‌خواهم صدا و سیما گفتمان اعتدال رو در ابعاد مختلف که مورد رأی و نظر مردم بوده و البته دولت هم خودش را متعهد به اعتدال می‌داند، برای مردم با حضور صاحب نظران، صاحبان اندیشه بیشتر تبیین و تشریح کنه.
چند نکته ای رو هم در زمینه این نکته رو هم من اشاره کنم. گمان زنی هایی در بعضی از رسانه ها مطرح میشه نسبت به افراد کابینه آینده. من به صراحت بگویم که اینها صرفاً گمان زنی است، نسبت به هیچ فردی از اعضای کابینه هیچ تصمیم گیری انجام نگرفته. در این دوره بنده دنبال مشورت هستم با همه صاحب نظران، با گروه های مختلف، و بنابراین اون چه گفته میشه مردم ما بدانن که صرفاً یک گمان زنی بیش نیست. پیرامون افق رسانه باید بگویم در روند اجتماعی شدن زندگی انسان شاید هیچ عاملی به اندازه رسانه هر روز بیش از پیش اهمیت و تأثیرش نافذتر نشده است. تصور نادرست یا ناقص این است که فرض کنیم رسانه صرفاً یک تریبون هست، تکرار مونولوگ بی تأثیر نیست، اما دوران مونولوگ رسانه‌ای دیگر سپری شده است. در رسانه باید با مخاطب رابطه دو سویه برقرار شود، هم نور آگاهی تابانده شود و هم آینه‌ای باشد که واقعیت‌ها را بازتاب دهد. سفره‌ای که رسانه برای مخاطب پهن می‌کند باید ترکیبی متعادل داشته باشد، ترکیبی موزون، سودمند از نیازهای دینی مردم، فرهنگی مردم، فکری مردم، عاطفی مردم، رفتاری و اخلاقی و سایر نیازها. باید مضمون پیام رسانه سطح آگاهی مردم را افزایش دهد. سطحی نگری، قشری نگری یکی از مشکلاتی است که جامعه ما با آن کم و بیش مواجه بوده و هست. رسانه باید از آسیب خطرناک معیار دوگانه در بازتاب دادن واقعیت‌ها پرهیز کند. برخورد دوگانه یعنی یک بام و دو هوا. اگر ظلم بد است، برای همه بد است. فرقی بین مرکز کشور و دورترین روستا وجود ندارد، فرقی بین اقوام مختلف وجود ندارد. اگر تعدی و توهین، اهانت و افترا بد است، برای همه بد است. افترای خوب و افترای بد نداریم. این از اون بداندیشی هایی است که بعضی ها گروهی را تشویق کردند که گفتند در برابر دیگران هر کار می توانید بکنید، حتی کی هم اشکال نداره، توهین هم اشکال نداره، هیچ کس را ما حق نداریم تحقیر کنیم، هیچ کشوری را هم حق نداریم تحقیر کنیم، نه در برابر کشورهای دیگر سر فرود بیاوریم نه تحقیر کنیم. همه مردم، همه انسانها سر جای خودشون محترمن و مخصوصا افرادی که در داخل این کشور
به عنوان شهروند در این کشور زندگی میکنن. نمیشه ظلمی اگر در یک کشور دشمن بود بگوییم ظلم است، و اگر ظلمی در کشور دوست بود بگیم این یکی دیگه ظلم نیست یا کم ظلم است. ظلم ظلمه. حقوق بشر حقوق بشره، حالا هر تعبیری میخواییم بکنیم، حقوق بشر اسلامی هر تعبیری میخواید بکنیم، معیار دوگانه یعنی همونی که ما غرب رو به عنوان یک عمل زشت اونها رو محکوم میکنیم، حواس ما باید جمع باشه ما در دام معیارهای دوگانه گرفتار نشویم. سرمایه رسانه چیست؟ نیروی انسانی حرفه‌ای و کارآمد، البته امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، البته، اما از هر دو مهمتر اعتماد مخاطب. یادمون باشه این بالاترین سرمایه یک رسانه است. اعتماد مخاطب به رسانه سرمایه بسیار ارزشمندی است، اما در بستر زمان و در تعامل با مردم و مخاطبین و قطره قطره جمع خواهد شد. حواسمون باشه مبادا به خاطر یک اشتباه اونچه که قطره قطره جمع کرده ایم پشت یک سد و دریاچه زیبایی شده است از دست بدهیم. فکر نکنیم شاخص اعتماد به یک رسانه به میزان بیننده یا شنونده یا خواننده اون رسانه هست. مخاطب ممکنه سریالی را انتخاب کند، بپسندد، فیلم سینمایی رو برگزیند یا ستون یک روزنامه رو بپسندد، اما یادمون باشد که در این حال خبر و تحلیل را از رسانه‌های دیگر نیز می‌گیرد. سبد رسانه‌ای مردم امروز تک رسانه‌ای نیست. با توجه به این مسئله ما باید برنامه ریزی کنیم. بنابراین واقعیت نمایی، صداقت رسانه‌ای و مزیت نسبی در مقایسه با رقیبان، این مزیت نسبی هم در فرم و هم در محتوا و هم به هنگام ارائه کردن میتواند امتیاز بزرگ رسانه خودمون باشد. رقابت رسانه‌ای در دنیای امروز از حیطه اختیار دولت‌ها و حکومت‌ها بسیار فراتر رفته است. سهم اثربخشی بر افکار عمومی رابطه مستقیم با میزان اثربخشی رسانه بر افکار عمومی دارد. چند جمله هم راجع به رسانه ملی بگم و عرضم رو تمام کنم، یه مقداری طولانی شد. آخه من هم جزو خانواده صدا و سیما بودم و خودم رو جزو این خانواده می دانم. از سال 1359 تا 62 در این مدت من رئیس شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بودم. البته می دونید که اون وقت اداره سازمان صدا و سیما به عهده شورای سرپرستی بود و این شورای سرپرستی بود که مدیر عامل رو تعیین می کرد و این شورای سرپرستی بود که برنامه ها رو تصفیب می کرد، آیین نامه ها رو تصفیب می کرد. نمی خوام الان به گذشته برگردم. به هر حال من هم خودم رو جزو خانواده بزرگ رسانه ملی می دانم و بیش از 3 سال در اینجا خدمتگزار بودم. همین سالونی هم که شما می بینید اولی که ما آمدیم شروع کردیم به ساخت و ساز، تازه فونداسیون همین ساختمان ریخته شده بود. این ساختمان شیشه‌ای هم که شما می‌بینید نبود، در اون دوره به هر حال ساخته شد.
خواستم بگم من هم جزو خانواده شما هستم و لذا چند جمله راجع به رسانه ملی میخوام بگم. تعبیر امام راجع به رسانه ملی دانشگاه عمومی بود. این سخن امام رو به مثابه یک چشمانداز دقیق مورد توجه قرار بدیم. اینجا هم دانشگاه و هم عمومی است. دانشگاه یعنی باید برخوردار از وجه علمی، نقادانه و خرد ورزی باشه. عمومی است یعنی برخوردار از قابلیت ارتباط هم ادراکی، فکری و هم عاطفی با همه لایه‌ها و اقشار جامعه و مردم باشه. سلیقه رسانه ملی باید برآیند سلیقه ملی باشه. ما جامعه کثیرالمله نداریم. یک اقلیم داریم به نام ایران، یک ملت داریم به نام ملت ایران. البته آداب و رسوم و خرد فرهنگ ها در کشور ما وجود داره، اما همه اونها گلهای یک باغند به نام باغ ایران و همه در یک فضا تنفس میکنیم و اون فضای معنوی اسلام هست. بنابراین همه اینها زیر یک چتر قرار دارند. ما باید به گونه ای عمل کنیم، رسانه ملی باید به گونه ای عمل کنه که هر شهروند ایرانی احساس کنه سهم نیاز خود را از رسانه ملی میتونه داشته باشه. در برنامه‌های تولیدی باید به اهداف ملی، ارزش‌های دینی و ملی، خواست مخاطب، تقاضای مردم، نیاز جامعه و مردم و مصالح ملی مد نظر قرار بدیم. اولویت فعلی در رسانه بازآفرینی و تحکیم و تثبیت اعتماد جامعه به رسانه‌های داخلی است. خوشامدگویی بر تکثر و تنوع دیدگاه ها و نقد و تعامل در عرصه های سیاسی و اجتماعی است. توانمندسازی حرفه‌ای، هم دانش حرفه‌ای رو بالا ببریم هم فضا رو باز کنیم، فضا رو امن کنیم برای افکار مختلف، برای تولیدات مختلف، تا نشاط بیشتر، تا تولیدات جدیدتر و اثر بخشتر بتونه از این خانواده بزرگ که همواره تلاش میکنه مردم شاهد اونها باشن. امیدبخشی، البته امیدبخشی واقع گرایانه نسبت به روز روندهای پیشرفت کشور، تلاش برای پر کردن شکاف‌های ارزشی، اندیشه‌ای، رفتاری میان اقشار جامعه، جامعه و حاکمیت و به ویژه شکاف میان نسلی یکی از رسالت‌های رسانه ملی میتونه باشه. تکرار کنم، ترویج و وفاداری به مشی اعتدال، به مفهوم منطقی کردن نگرش‌ها، تقاضاها و رفتارهای اجتماعی و پرهیز از افراط و تفریط. و در کلام آخر، حکومتی که ریشه در حمایت مردم دارد و از حضور رأی دهندگان و رأی مردم مشروعیت می‌یابد، نه تنها از رسانه آزاد نمی‌هراسد، بلکه از آزادی قانونمند و مسئولانه رسانه‌ها استحکام بیشتری
خواهد گرفت. با تشکر از رئیس سازمان صدا و سیما، همه مسئولین این سازمان، همه مدیران و حضاری که عرایض بنده رو تحمل کردن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و ارجمند سیمای جمهوری اسلامی ایران و شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران، آنچه که تقدیم حضورتان گردید بیانات رئیس جمهور منتخب برادر ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی بود که در جلسه 32 افق رسانه صدا و سیما بیان گردید. شایسته می دانم بار دیگر از حضور ارزشمند ایشون تشکر و قدردانی بکنم و همچنین از حضور یکایک شما برادران و خواهران گرانقدر در خانواده بزرگ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. این بخش رو به پایان می بریم. تشکر می کنم از شما بینندگان عزیز و شنوندگان ارجمندی که دیدگانتون و حضورتون و همراهیتون رو با این